هممیهنان عزیز، بینندگان گرامی، به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت که همکنون به دستمان رسیده است توجه فرمایید. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت، حمله به اشرف، شماره 75. صحنه سازی های مسخره همزمان با بازدید هیئت ملل متحد از اشرف. امروز دوشنبه 19 مرداد، 10 اوت 2009، همزمان با بازدید هیئت همیاری ملل متحد یونامی از اشرف، سرکردگان و نیروهای سرکوبگر در وحشت از بازتاب بین المللی اقدامات ضد انسانی و ترس از عواقب جنایت هایی که علیه ساکنان اشرف مرتکب شدند، به انواع صحنه سازی ها و لاپوشانی و تغییر آرایش خود به منظور عادی جلوه دادن وضعیت روی آوردند. نظافت محوطه نیروهای سرکوبگر در میدان لاله از شب گذشته شروع شد و تعداد نفرات مسلح و چماغدار و لباس شخصی تقلیل یافت. صبح امروز در میدان لاله نفربرهای زرهی BTR را جمع کردند و به جای آن دو ماشین سواری مستقر نمودند. در این محل چماغها، تبرها و شلاخهای تسمه‌ای که بر سر آن تیغه های فلزی برنده نصب شده بود از دست نفرات جمع‌آوری گردید و به همه آنها به طور یکسان باتون پلاستیکی دادند. خشاب سلاح ها را گرفتند و تیرباری را که بر روی یک شورولت سفید رنگ در همین میدان مجاهدین را نشانه گرفته بود پایین آوردند. دو خودروی آتش نشانی از سه خودروی آب پاش فشار قوی و آب جوش میدان لاله را ترک کرد. در یک اقدام نمایشی دیگر، نیروهای عراقی با شتاب بسیار به برخی از واسطه های تهیه مواد غذایی که مدت هاست از ورود آنها به اشرف ممانعت به عمل می آوردند اطلاع دادند که امروز با دو خودرو مواد غذایی به اشرف بروند. زمانبندی ورود دو خودرو طوری تعیین شده است که همزمان با ورود هیئت ملل متحد به اشرف برسد. همچنین از صبح امروز عوامل سپاه نوه بدر و نیروی تروریستی قدس در شهر خالص در صدد راه اندازی یک تظاهرات نمایشی علیه ساکنان اشرف هستند. بخشی از نفرات نیروهای پلیس و بقیه افراد خانواده یکانهای واکنش سری در این تظاهرات شرکت می کنند. ابو عمار خالصی از مزدوران شناخته شده نوه بدر گرداننده این تظاهرات است و پلاکارد هایی را توزیع می کند که شعار اخراج مجاهدین بر روی آنها نوشته شده است. خودروهای گردان واکنش سری پلیس جیرخاران رژیم آخوندی را از مقدادیه به این تظاهرات می آورند. سه روز پیش شورای ملی مقاومت ایران در نامه‌ای به نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد و رئیس یونامی در عراق، صحنه سازی هایی را که رژیم ایران به مناسبت بازدید نمایندگان یونامی از اشرف مقرر کرده بود به اطلاع او رساند. در این نامه که به تاریخ 7 اوت 2009 از سوی کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت برای نماینده ویژه دبیر کل و همچنین سفیر ایالات متحده و فرمانده نیروی چند ملیتی در عراق ارسال شده خاطرنشان گردیده است، بر اساس اطلاعات به دست آمده از داخل ایران، رژیم ملایان و ایادی آن در عراق که از افشای جنایت‌های فجیع خود در اشرف به شدت نگران هستند، تلاش می‌کنند با صحنه‌سازی و تغییر موقت آرایش نیروهای سرکوبگر و تجهیزات آنها و انتقال بخشی از این نیروها به خارج از اشرف، همزمان با حضور نمایندگان یونامی، به عادی سازی وضعیت و سفیدکاری جنایت‌هایشان بپردازند و قرار است در یک تظاهرات مصنوعی درخواست اخراج مجاهدین به عمل بیاید. سفارت رژیم در بغداد نیز در صدد است جلسات و کنفرانس‌های علیه مجاهدین ترتیب بدهد و برای اقدامات سرکوبگرانه علیه آنها حمایت سرهمبندی کند. تمامی هزینه ها توسط سفارت رژیم ایران
در بغداد پرداخت می شود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت 19 مرداد 1388 10 اوت 2009.